سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. شماری از منابع مدین که جلسه مهم در قندهار بر ریاست مولوی هبت الله آخونزاده برگزار شده و اعضای کابینه نیز هم اکنون در قندهار می باشند. همزمان با این نور احمد اسلامجار والی هرات با شماری از شخصیت های مردم شیعه در این ولایت دیدار کرده و بر وحدت و برادری تاکید کرده است. در همین حال از ولایت بغلان خبر می رسد که یک مدرسه جهادی در این ولایت ساخته شده و مقامات امر به معروف در دایکندی نیز به مردم دستور دادند تا قانون امر به معروف را به طور کامل رعایت کنند. از سوی هم از پاکستان خبر می رسد که ارتش این کشور چندین عضو طالبان پاکستانی را کشتند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. شماری از منابع مدین که مولوی هبت الله آخونزاده کابینه امارت اسلامی را به قندهار دعوت کرده و همکنون جلسه مهم در حال برگزاری است. با گفته منابع اعضای کابینه روز یکشنبه 3 نوامبر از کابل به قندهار رسیده و جلسه کمیسیون اقتصادی را برگزار کردند. با ادعای منابع در جلسه روز گذشته مولوی هبت الله آخونزاده حضور نداشته، اما ملا برادر و شماری دیگر از مقامات ارشد امارت اسلامی حضور و اشتراک داشتند. چندین منبع خبری ادعا کردند که یکی از موضوعات اصلی نشست میان مولوی هبت الله آخونزاده و اعضای کابینه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور خواهد بود و مولوی آخونزاده به وزرا درباره این قانون دستورات را ابلاغ خواهد کرد. همین نظام اسلامی است. ما به خدا عهد کردیم که شریعت حاکم شود. مکمل شرط حکم شود. با ادعای منابع رهبر امارت اسلامی در اجرای قانون جدید امر به معروف بسیار جدی است و خواهان تطبیق آن در سراسر کشور است. در این راه ما به هیچ کس، به هیچ قوت نتسلیم میشیم نمعبنه. بر مبنای قانون جدید هر نوع عکس و ویدیو گرفتن از موجودات زنده غیر شرعی و نادرست است و باید از این کار در رسانه ها اجتناب گردد. مولوی خالد حنفی وزیر امر به معروف می گوید که برای امارت اسلامی تطبیق قوانین شرعی حتمی است و آنان مرحله به مرحله آن را عملی می سازد. و مسئولیت ما شما همین است که نظام اسلامی را از الف تا یا تطبیق بسازیم و پیاده بسازیم. گفتنی است که هیچ یک از مقامات رسمی حکومت تا کنون در مورد این جلسه چیزی نگفتند. در همین حال شماری از کارمندان صحی زن در ولایت قندهار می گویند که مولوی های امر به معروف در این ولایت با آنها گفتند که بدون محرم به محل کار نروند. به ادعای این افراد و مقامات امر به معروف افراد خود را برای پیگیری این موضوع به مراکز صحی معرفی کرده است. گفته می شود که در 3 روز گذشته آنها از مراکز صحی میربازار ناحیه 6، 9 و 2 و کنداپور شهر قندهار بازدید کردند. همزمان با این منابع محلی در دایکندی می گویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به باشندگان این ولایت در مورد اجرای قانون امر به معروف تاکید کردند. شماری از منابع می گویند که این نیروها هشدار دادند و گفتند کسانی که از قانون سرپیچی کنند مجازات خواهند شد. بر اساس اطلاعات منابع طالبان چند روز پیش نیز با علمای دین و ساکنان محلی نشست‌های متعدد را برگزار کردند و گفته منابع ماموران امر به معروف تاکید کردند که ساکنان دایکندی باید این قانون را در زندگی روزمره خود اجرا کنند. سر وزارت امر بالمعروف زنان برای سیاحت منع فرمودن. دار خیر ببینی الان برای سفرت بی خطر و پس خانه بردن. همچنین نور احمد اسلام جار والی هرات در نشست با شماری از علما و بزرگان اهل تشیع در مورد اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. اسلام جار در این نشست تصریح کرده که برخی رسانه‌های معاند با انتشار اخبار نادرست و جعلی
در پی ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب افغانستان هستند. بنابراین باید به این مسئله توجه شود و از فعالیت‌های این رسانه‌ها نیز جلوگیری به عمل آید. وی تاکید کرده است که ما به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد تا در میان مردم اختلاف افغانی کند. در همین حال شماری از منابع از هرات مدین که دو عالم هزاره و شیعه در این ولایت از سوی نیروهای استخبارات بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده است. علت بازداشت وی تاکنون روشن نیست و در این مورد چیزی گفته نشده است. در همین حال از ولایت بغلان خبر می رسد که یک مدرسه جهادی با هزینه 1.5 میلیون افغانی در شهر پلخمری ولایت بغلان ساخته شده است. به گفته منابع این مدرسه، مدرسه نومان بین ثابت نام دارد و با هزینه کمکی باشندگان این منطقه اعمار شده است. افغانستان که در مدارس و زیادوال و جوڑکت دیده نظام در برکت زیاد شد. سیوس الحمدلله. از سوی هم ارتش پاکستان اعلان کرده است که در دو تیراندازی جداگانه نیروهای آن در ایالت خیبر پختونخوا 6 جنگجوی پاکستانی را کشتند. با ادعای ارتش پاکستان یک فرمانده طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی نیز کشته شده است. مقامات پاکستانی ادعا کردند که این افراد از مرز افغانستان گذشته و وارد پاکستان شده است. آنان از مقامات حکومت سرپرست افغانستان انتقاد کردند و گفتند که آنان از ورود این نیروها جلوگیری نمی کنند. مقامات امارت اسلامی اما بارها استفاده از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر را رد کرده و آن را نادرست خواندند. یمله به افغانستان ربطی ندارد و از افغانستان نشده. ادعا بسیار اوائل است که کسی ادعا بکنه. همچنین منابع محلی از ولایت فاریاب می گویند که دو زن جوان در ولسوالی های پشتونکود و گرزوان این ولایت خودکشی کردند. به گفته منابع یکی از این زنان عارفه نام داشت و 18 سال سن داشته است. به گفته منابع عارفه متأهل بوده و خود را در خانه پدرش با ریسمان حلق آویز کرده است. زن دوم نیز گل افراز نام داشته و در روستای قلعه شاهان از مربوطات ولسوالی گرزوان فاریاب خودکشی کرده است. گل افراز نیز متأهل بوده و با خوردن داروی زهری به زندگیش پایان داده است. علت خودکشی این زن جوان دعوای خانوادگی گفته شده است. مسئولان حکومت محلی اما تاکنون این رویداد را تایید نکرده و چیزی نگفتند. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدم. از اینکه تا این دم با ما همراه بوده سپاس گذاریم. تا سلامی دیگر، الله نگهدار.